اما یه چیز خیلی من دلشکرین کرد، اون زیارت و دوره یه جا هست که زیارت میکنی، من میدونم تو داری منو میبینی، سلام منو جواب میدی، فلان فلان، این با شعر چه؟ آه نمیشه. به چه دلیل آخه ما میگیم که اشهد انک تصنع کلامی و ترد و سلامی؟ و اتفاقا خیلی معلومه ها، دعاهای واقعی، دعاهایی که از ائمه رسیده با دعاهایی که مردم ساختن نمیان به قدری از هم متمایزه، مثلا این کومه میشه گفت 100% منطبقه با قرآنه، هر جملهش آدم میتونه نظیرش رو در آیت قرآن گیره. اما مثلا این دعای ایام ما رمزون که میخونن دعای روزانه به قدری مزخرفه، اصلا بیمعنیه، آمده تج قافیه درست کرده، چیزا سائلی، قافلی، راقبی، دعای به اصطلاح معتبر مثل صحیفه سجادیه صلوات داره و صل علی محمد و علی محمد و اینا. اما این حالا دقت بکنید، ما رمزونم میاد اینو مقایسه کنید با یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت رب العظیم رئیس کمش میشن، این دعای واقعا معتبر، حالا من نمیگم که حتما این آماده، ولی این منطبقه با قرآنه، منطبقه با علو خدا، از عظیم بودن خدا، لیسه کمش میشه توش از اینا. اما اون دعای روزانه رو این چیزای هشل هفت. حالا یا قیاس المستغیثین، همین دنبال اینه که اونجا آمده. حالا اصلا ببینید آدم بیاد حالا وقتی که علی میگه که تو قیاس المستغیثین هستی، تو علی من به ذری و مسکنتی هستی، به ما میگه که شما بگید ها و انزل به که اند شداد حاجت، حالا من بیام کس دیگر بگم که تو علی من به ذری و مسکنتی، تو حضور منه میدونی، تو سلام منه جواب میدی، یا تو قیاس برآورده حاجت من هستی، خب شرط دیگه. علی خودش داره میگه خداست اینطوره، حالا من میگم این آقام هست، شرک غیر از این نیست دیگه. اون صفات و خصوصیات بارز، اونهایی که مخصوص خداست لاغی، وقتی من به خودم نسبت بدم یا به دیگری نسبت بدم این شرکه. حالا بریم به همین مسئله ذکر. ذکر همونطور که آقای دکتر روحانی و آقای دکتر مهندس عبدالرحیم و علی اصغر هم گفتن که از خصوصیات و مشغولیات متداول و جاری چیزهاست، عرفا و دراویش و متصوفه و کسانی که در این راه هستن، این خوراک اصلیشون ذکره. شهریار روزی گفت که بله خوب نماز هم ذکره، تکرار داره، فلان داره، حالا هندی ها و ادیان بودایی و فلان هم اینو گفتن و اونایی هم که حتی اعتقاد به خدا و اسلام ندارن گفتن و خیلی هم مورد مطالعه و متداول هم شده دارن. بله صحیح، نه تنها نماز ذکر و تکرار داره، همین الله اکبر این در سراسر نماز چند دفعه تکرار میشه، در اذان اقامه‌اش که هست اولش هم الله اکبر، بلند میشید الله اکبر، پایین میاد الله اکبر، از سجده به سجده دیگه میاد الله اکبر، آخر سر سه تا الله اکبر فلان. اون وقت مثلا تسبیحات اربعه سه دفعه در هر رکعت سوم و اون رکعت هم تکرار میشه چهارم، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر، اصلا یه سره تکرار. اون وقت خود نمازم خب 10 بار که در شبانه روز داریم، بعد نماز شب هست، نماز چیز هست، همه اینا درست. و خود قرآن هم اصلا ارزش عمده نماز رو به ذکر بودنش، ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر، و منکر هم داره یا نداره، و منکر و ذکر الله اکبر، نماز جز فوائدش و خاصیتاش این است که انسان رو از
فحشا و منکر باز میداره، ولی مهمتر از اون و ذکر الله اکبر، چون ذکر خداست اهمیت داره، چه نماز ذکر خداست. خب حضرت فاطمه اینطور که معروفه، یعنی پیغمبر به دخترشون چیزی یاد دادن، به ما رسیده و تسبیح حضرت فاطمه 34 مرتبه الله اکبر میگیم، 33 دفعه سبحان الله میگیم، 33 دفعه الحمدلله میگیم، و قرآن هم اصلا این هو الا ذکر للعالمین چند بار این آیه تکرار میشه، اصلا ذکره، قرآن ز ذکر سوره سجدست نگاهی اصلا سوره دخانی داره یه قسمی هست، ولی قرآن ز ذکر پیغمبر اصلا این نما انت مذکر رست علیهیم و مسکر قلدور باشی نیستی؟ مذکر این بار تذکر همین را دور، ولی این ذکرها چجوره؟ تمام حساب شده است، تمام سنجیده شده است، این ذکرها درست تکرار داره ولی هماهنگ با حالات و مکان و زمان. این آدم شبانه روز رو به پنج مفصل، پنج مورد تقسیم کرده، صبح که آدم اول از خواب پا میشه میخواد وارد زندگی بشه، یه دفعه این ذکر دیگه میره میفته توی زندگی و معامله و تجارت و نمیدونم کار و بنایی و منایی و زحمت و فلان و سربازی و هر چی بگی. صلات الوسطا وسط روز اونجا دو مرتبه صداش میکنن که مشغول خیلی به اونا نباشو، یه یاد خدا که میگن صلات الوسطا کمی نماز زهره از همه نمازها چیستره، شرافتش بیشتره، برای اینکه درست در اون بحبوهه اشتغال و گرفتاری و حالا اشتغال خوب یا باید فرمه میکشن رو مثل ما شیعه ها نباشه که پنی نماز رو دوتا دوتا یکیش کردیم، نه باید در زور خونده بشه، نماز عصر نباید خونده بشه، بعد عصر هم که دیگه دست از کار کشیدیم و عصر و بعد هم مغرب اول شبه، شب خب برنامه های دیگه داره، بعد هم موقع خوابیدن حالا نصف شب هم پاشنه شد، اون وقت میدید به صورت راکب نیست، نه نشسته این کارو میکنی بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم رو نه سرمون تکون میدیم، نه قره کمر میایم، مثلا هیچ اینا نداره، موقع قیام و قعود ببین اتفاقا توی این از کار نماز اونی که من هیچ وقت فراموشش نمی کنم، درست متوجه میشم به حول الله و قوتی اقوم و اقعوده، برای اینکه درست منطبقه موقعی که آدم باید پاشه، حالا سن شما هم که زیاد بشه میبینید که مشکل ترین کارا این همین بلند شدن از حالت چیزه قعود و چیزه، از اون مشکل تر وقتی کمر آدم درد بگیره یا یواش یواش که مفاصل سوس میشه دلا شدنه، اون وقت درست در همون جا آدم میگه به حول الله و قوته اقوم و اقعود، این درست یاد خداست که چه من قوت دارم، اون زمانی که جوان هستم همچین یک دفعه مثل فنر میگم بالا وایسم، چه اون موقع همچی به زحمت خودم بلند میکنم، پامو جلو میذارم، نمیدونم دستم اونجا میذارم، جز حول و قوه الهی هیچی نیست، بلند میشم و میخوام، یا میبینید اون چیزهای خشوع و چیز در حال رکوعه که آدم خم میشه از اون سر چی میگن گردن بلند کشی و نمیدونم سر بلندی و اینا سینه سپر کردن آمده دلا شده، ضعف خودش نشون میده و از اون شدیدترش وقتیست که به خاک میفته، یعنی در کمترین ارتفاع و کمترین مقام رو آدم برای خودش میکنه، اونجا میگه سبحان ربی الاعلا و به حمده او برتر، این طور گذاشتن و اون وقت تسبیح حضرت فاطمه من دو چیزای دیگه و قرآن هم همش اینه، ولی دو مطلب اینجا باید اولا شما در تمام قرآن که برید ذکر به معنای یادآوری، تذکر دادن، متوجه ساختن و به فکر واداشتن، پند دادن ایناست، به هیچ وجه من وجود هیچ جای قرآن ذکر به منظور و معنای لغلغه زبان نیست، برای بیدار کردن هوش و حواس و عقل و یاد گذشته ها که هلاک شدن یا آینده و فلان به اون معناست، یعنی ورد و زبان نیست. دوم که از این خیلی مهمتره، اون چه هست ذکر خداست، اون ذکری که اینقدر سفارش شده و باید هم کرد
و اصلا قرآن همش اونه، نمازم به دلیل اونجه، برایش ذکر خداست. ذکر علی نیست، ذکر مرشد نیست. علی جویم، علی جویم، علی جویم، این شرکه، این خلاف ذکره.